سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. گزارشی که امشب به شما ارائه میدم رو درخواست دارم حتما به دوستان افغانستانی ما هم برسونید، اونها هم این گزارش رو ببینن و از یک زاویه دیگه اون چیزی که رخ میده رو مورد بررسی قرار بدن. این گزارشی است که اندیشکده بروکینگز، یکی از اندیشکده‌های آمریکایی، در رابطه با تحولات افغانستان نوشته. بخونیم ببینیم اونها به افغانستان چطور نگاه میکنن یا چه پیامی رو میخوان استفاده بکنن از وضعیت فعلی کارمون منتقل بکنن و این رو با هم دیگه بررسی بکنیم. اندیشکده بروکینگز در ابتدای گزارش خودش گفته که من 4 تا سناریو رو در ذهنم هست و احتمال میدم که یکی از این 4 تا سناریو برای 3 تا 5 سال آینده اتفاق بیفته. بعد گفته که اون سناریوی اولی که احتمال میدم رخ بده این هست که وضع موجود در افغانستان حفظ بشه، نظام موجود حفظ بشه. اتفاق دوم که احتمال میدم رخ بده این هست که طالبان و وضع موجود بیان یک تقسیم قدرتی انجام بدن و هیچ جنگی هم رخ نده در افغانستان، این جنگ‌ها خاتمه پیدا بکنه. یه حالت سوم این که طالبان بیاد اصلا کل افغانستان رو بگیره و نظام جدیدی رو وجود بیاره. حالت چهارم هم این هست که جنگ داخلی و پراکنده طولانی در افغانستان ادامه پیدا بکنه. سوال، ترسناک ترین حالت چیه؟ فکر می‌کنم حالت چهارم از همه حالت‌ها ترسناک تره دیگه. یک نبرد اتفاق بیفته و اون نبرد همینطور ادامه پیدا بکنه و افغانستان رو درگیر خودش بکنه. ادامه گزارش رو بخونیم. گفته احتمال وقوع سناریوی نگران کننده آخر بیشتر از سناریوهای اول است. گفته اون سناریو آخریه بیشتر ممکن رخ بده. حالا چرا اینا رو داره میگه توضیح خواهم داد. بعد گفته که اگر بخوایم حفظ نظم سیاسی موجود در افغانستان رو شاهد باشیم، یه انتخابات رقابتی باید رخ بده. بعد در این انتخابات افراد بیان تعهد داشته باشن به قانون اساسی افغانستان. بعد گفته که همچین چیزی بعید به نظر میرسه که همچین انتخاباتیتون رخ بده و این وضعیت رو شاهدش باشیم. بعد گفته از طرف دیگه ما شاهد قدرت نظامی و مهارت طالبان در مذاکرات سیاسی هستیم که این به قدر زیاد هست که وقوع این سناریو رو غیر متحمل میکنن. کدوم سناریو رو میگه؟ سناریوی اول، یعنی حفظ وضع کنی افغانستان. بعد گفته این گروه خواستار تغییرات عمیق اجتماعی و سیاسی است، یعنی گروهی که پایبند به قانون اساسی هم نیست، این قانون اساسی هم قبول نداره. پس باز داره تاکید میکنه که اون سناریوی اول نمیتونه رخ بده. در نهایت گفته میزان خسارت‌های ناشی از نظم فعلی و میزان کشتاری که در طی این فرایند رخ میدهد غیر منطقی و نامشخص است. ادامه گزارش رو بخونیم. گفته این سناریوها با یکدیگر ناسازگار نیستند و ممکن است شاید ترکیبی از آنها هم در سطح ملی و هم در مناطق مختلف افغانستان باشیم. آنچه که میتوان حین آشکار شدن این آینده بالقوه انتظار داشت این است که حداقل تا یک سال شاید تشدید قابل توجه مبارزات باشیم. بعد اومده گفته که علتش اینه که طالبان احتمالاً از اواخر تابستان 2021 تا حداقل سال 2022 یک عملیات شدید را ترتیب خواهد داد. من یه سوال دارم دوستان افغانستانی ما. بعضیشون میگن که آقا ایران پشت طالبانه. ایران یه دیدار داشته با طالبان در تهران، دیداری که هم هند برگزار کرده، هم پاکستان برگزار کرده، هم عربستان برگزار کرده، هم قطر برگزار کرده، هم آمریکا برگزار کرده. اینا فقط اون یه عکس یه دونه دیدار ایرانو هی میان تکرارش میکنن. اونم عکس دیداری که برگزار شد برای اینکه طالبان سلاح زمین بذاره بیاد بشینه پای میز مذاکره و خود ایران هم منتشرش کرد. ایران اگر میخواست کار پنهانی انجام بده که منتشر نمیکرد، اومد اون رو منتشر کرد و حالا اینا روی همین یه دونه دست گذاشتن. مدام تاکید میکنن برای اینکه ایران پشت طالبانه. من یه سوال دارم، اندیشکده آمریکایی از کجا میدونه قرار هست طالبان از شهریور ماه امسال تا سال آینده عملیات خودش رو تشدید بکنه؟ در ادامه گفته که ما داریم میگیم که تا سال 2022 اینا میتونن عملیات خودشون رو شدید بکنن. تازه این در حالیه که نیروی دفاع و امنیت ملی افغانستان بتونه پرسنل خودش رو حفظ بکنه و متلاشی هم نشه و مذاکرات هم اتفاق بیفته. در این صورت تا یک سال آینده اینا عملیاتشون تشدید میشه ولی نمیتونن موفق بشن که به اصطلاح کاری رو پیش ببرن. باز دوباره اومده یک سوال تکرار کرده. گفته که همه این چیزایی که ما داریم میگیم بستگی داره به اینکه نیروهای افغانستان متلاشی بشن یا بتونن به جنگ ادامه بدن. این قسمت دقت بکنید. آن هم در حالی که تمام نیروهای آمریکایی و ناتو تقریبا تمام پیمانکاران نظامی از افغانستان رو خارج کرده اند. و تو پرانتز یه نکته گفته که اصل حرف من اینه، اینکه آیا برخی از این پیمانکاران میتوانند با قراردادهای جدید با دولت افغانستان در این کشور باقی بمانند در حال بررسی است. دقت کنید چه شد. 4 تا سناریو بررسی کرده، اوضاع رو بحرانی و سیاه نشون داده. گفته طالبان داره میاد جلو. بعد اومده گفته البته اگه بیایم یه کاری بکنیم، بشینیم دور هم صحبت بکنیم، پیمانکارای ما بیان گفتگو بکنن، شاید ما بتونیم یه مبلغی از شما بگیریم، ارتشتون رو آموزش بدیم و از روند پیشروی طالبان جلوگیری بکنیم. دوستان افغانستانی من، این بازی کثیف‌تر از چیزی که فکرشون کنیم. از یه طرف فقط دارن به این فکر میکنن که اهداف خودشون رو در افغانستان همچنان پیش ببرن. حالا دو سه تا حالت داره، یا طالبان رو ساختن تو این شرایط بندازن به جون افغانستان، اهداف رو پیش ببرن، یا اینکه ندیدن داره پیشروی میکنه، گفتن ما بیایم بهره برداری بکنیم، ما پول خودمون رو به جیب بزنیم، ولی در هر جهت اون کسی که داره بازی کثیف انجام میده آمریکاییان و اون کسی که داره تلاش میکنه که دل ملت ها نسبت به همدیگه سیاه بشه این وسط، باز دوباره اون آمریکاییان که از این تفرقه سود میبرن. ادامه گزارش رو هم بخونیم. گفته که اگرچه نیروهای دفاع و امنیت ملی افغانستان در طی دهه گذشته پیشرفت‌هایی را نشان دادند، اما همه مشکلات ناتوان کننده ای که از یک دهه قبل وجود داشتن هنوز به قوت خود باقی مونده. من یه سوال دارم، مگه آمریکایی‌ها 10 سال تلاش نکردن ارتش افغانستان رو بسازن؟ مگه این همه هزینه نگرفتن؟ پس چرا همچون این بخش مشکلاتش جدیه؟ در این گزارش گفته که این مشکلات ارتش افغانستان شامل ضعف در بخش لوجستیک، تامین و نگهداری از جمله در نیروی هوایی افغانستان است. باز من یه سوال می‌خوام مطرح کنم. سال گذشته ما مطلب ارائه دادیم، جرئت نکردیم صریح بگیم چون گفتیم شاید دوستان افغانستانی ما عصبانی بشن، بگن آقا اینا مثلا میخوان پول خودشون رو به جیب بزنن، منفعت خودشون داشته باشن. و اون حرف این بود، گفتیم بابا بیاید بشین بررسی بکنیم ببینیم آمریکا این همه هزینه کرده در حوزه هوایی و در حوزه پهپادی ارتش افغانستان چی تحویل داده به شما. به این جمع‌بندی رسیدیم کل پهپادایی که اومده تحویل داده تعدادش به 100 تا نمیرسه. ماها پروژه تعریف کرده برای آموزش نیروها و ته حرفمون هم این بود ایران با هزینه خیلی پایین‌تر میتونه بهتر از این پهپادها رو در اختیار شما قرار بده. مونتا روی حرفی که می‌ذاریم تاکید نکردیم چون گفتیم الان افغانستانی‌ها دوستان افغانستانی‌مون که با خودشون میگن بابا ایران هم داره به این فکر میکنه که من بیام توی افغانستان جای آمریکا رو بگیرم، شما رو در حوزه نظامی آموزش بدم، پول خودش رو به جیب بزنه. ولی الان من با قطعیت بیشتری حرف میتونم به دوستان افغانستانی خودم بزنم. یه بررسی بکنید ببینید چیکار کردن اینا. پهپادها رو اومدن به نیروهای افغانستان شکست بسته آموزش دادن. ته حرفشون هم بود، میگفتن اگه بخوایم آموزش کامل بدیم این نیرو ممکنه بره بپیونده به طالبان یا ممکنه در مقابل طالبان عقب نشینی بکنه، طالبان بیاد به پهپاد دسترسی بده بکنه، ازش استفاده بکنه و به همین بهونه هیچ گونه آموزشی اونطور که باید به نیروهای افغانستانی داده نشده. حالا الان تو چه وضعیتی ان؟ الان میگن که خب اگه بخوایم مشکل حل بشه ما باید بیایم حضور پیدا بکنیم در افغانستان، هزینه بکنیم، قرارداد ببندیم، برنامه‌ریزی بکنیم برای اینکه بتونیم از این وضعیت راه فرار پیدا بکنیم. اگرم برنامه‌ریزی نکنیم تا یه سال دیگه طالبان این وضع رو ادامه میده، تا 5 سال دیگه هم احتمالاً کل افغانستان رو میگیره. این حرف اونهاست. حالا ادامه بدیم گزارش رو. اومده گفته که مشکلات جدی در نیروی دفاع امنیتی افغانستان وجود داره. بعد دلایل گفته یکیش فساد فراگیره، دومیش باندبازی فرماندهان خاص و حامیان اونها، سومیش رهبری ضعیف یگان‌ها و بعدیش تلاش برای حفظ قلمرو و یکی دیگه‌ش این از فقدان توانایی‌های خاص نظیر اطلاع و تجسس شناسایی، عدم آمادگی و تمایل برای انجام اقدام تهاجمی علیه طالبان. گفته اینا ضعفایی است که نیروهای ارتش افغانستان دارن. دقت اینجا شد 20 سال اومدن توی کشور وایسادن، پول بسیار زیادی گرفتن، ارتش رو آموزش دادن، حالا همه چیز داره میندازه گردن ارتش. میگه این ارتشی‌ها هستن که اینا کار ازشون نمیاد. و باز با این وجود اگه میخواید افغانستان نجات پیدا بکنید چاره نیست، ما میمونیم در افغانستان و کمکتون میکنیم. دقت این چی شد؟ بریم ادامه گزارش رو با هم دیگه بخونیم. گفته دو تا اتفاق دیگه در افغانستان داره میفته، یکی این که نیروهای عادی و پلیس به ندرت با طالبان مبارزه میکنن و بسیاری از یگانها به دلیل فشار سنگین شبه نظامی در حال توافق با طالبان هستن. بعد گفته این روند ممکن است سرعت بگیرد، به ویژه اگر طالبان بتواند با حفظ نظم و انسجام خود از وقوع هر گونه اقدام تلافی‌جویانه علیه یگانهای خود که چنین معاملاتی رو انجام میدهن جلوگیری بکنن. بریم ادامه گزارش بخونیم. یه نکته عجیب غریب داره که من میخوام روی اون نکته چند تا مطلب رو خدمت شما عرض بکنم. دقت کردین در روزهای گذشته خبر منتشر شده تحت عنوان که آمریکا حمله پهپادی داشته به طالبان. خب چرا حمله پهپادی کرده به طالبان؟ مگه اینا نگفته بودن که ما با طالبان تقابل نمی‌کنیم، طالبان هم به ما حمله نکنه، ما از افغانستان تا شهریور میریم بیرون؟ پس چرا حمله پهپادی کردن به طالبان؟ چیزی پشت پرده بوده که مثلا با هم یه قول و قرار گذاشتن رعایت نشده اینا حمله کردن. ممکن همچین چیزی باشه؟ بررسی میکنیم. طالبان در صحبت خودش یه نکته رو مطرح میکنه و اون نکته اینه که من فعلا بنا به حمله به مراکز استان‌ها رو ندارم. این حرف چقدر حقیقت داره؟ یعنی رخ داده این ماجرا یا نه؟ جایی بوده که حمله کردن به یک مرکز استان یا اینکه نه واقعا حمله نکردن و هیچ اقدامی رو انجام ندادن؟ با هم بررسی خواهیم کرد. بریم از اون متن بخونیم، من در نهایت میخوام جمع بندی بکنم. گفته طالبان بارها مراکز استانی را تصرف کرده و در حال حاضر برخی از آنها رو محاصره کرده است و میتواند به صورت بر روی چندین مرکز استان دیگر فشار وارد کند. میگه فعلا محاصره کرده، میتونم فشار وارد کنه، اما یه اما داره. علاوه بر آن کنترل کابل بر برخی از مرکز استانی و محلی اغلب جنبه ظاهری دارد. گفته از طرف مقابل کابل هم کنترل رو به طور کامل از دست داده، به طوری که مقامات رسمی در ساختمان‌ها پناه گرفتند و دسترسی آنها به داخل شهر و خارج از شهر و زندگی مردم در خیابان توسط طالبان کنترل میشود. این نیروی هوایی آمریکا بود که به طالبان اجازه نداد تا مرکز استانی مانند قندوز که پیش از این تصویب کرده بود را حفظ کند. سوال اساسی این است آیا طالبان می تواند همزمان به چندین مرکز استانی حمله کند و آنها را تصرف کند یا خیر؟ اگر این چنین باشد آنگاه نیروهای دفاع امنیت ملی افغانستان به شدت تقلا خواهند کرد و خطر تجزیه آنها افزایش خواهد یافت. من خلاصه براتون می‌کنم، اگر برداشت من اشتباه نباشه رفتار نیروهای طالبان و رفتاری که آمریکایی‌ها نشون میدن یک پیام رو داره و اون پیام این هست که اینا به یه چیزی رسیدن، حالا یا در یک توافقی بوده که بین طالبان و نیروهای آمریکایی مطرح شده یا اینکه نه یک چیز نانوشته‌ای هست که همه قرار هست توش پایبند باشن فعلا و اون اینه که طالبان سمت مرکز استان نره تا زمانی خاص و موقعیتی خاص اینا هم فعلا با طالبان کاری نداشته باشن. سوال پس چرا یکی دوبار اومدن با پهپاد طالبان رو زدن؟ خودش داره میگه دیگه، میگه اقداماتی انجام دادن، رفتن مرکز استانی رو گرفتن، بعد نیروی هوایی آمریکا اومده اقداماتی رو انجام داده، اونها مجبور شدن چیکار کنن؟ عقب نشینی میکنن. از روی متن دوباره براتون میخونم. این نیروی هوایی آمریکا بود که به طالبان اجازه نداد تا مرکز استان را تصاحب کند. دقت کنید چی شد؟ باز برداشتم رو تکرار میکنم. یه حرف نانوشته بوده و اون حرف این بوده فعلا ما با مرکز استانی کاری نخواهیم داشت، با نیروهای نظامی تو هم کاری نخواهیم داشت، تو هم تا شهریور برو بیرون از افغانستان. سوال تو اون جلسه یه چیزی احتمالاً مطرح شده دیگه، خب باشه من میرم بیرون، اگر تو رفتی سمت مرکز استانی من چیکار کنم؟ من برای خودم این حق رو قائل میشم که با پهپاد نیروهای تو رو مورد هدف قرار بدم، چیزی که الان دقیقاً در این گزارش داره میگه. دقت کنید چی شد؟ اون چیزی که در افغانستان داره رخ میده فارغ از اینکه طالبان خوب است یا بد، فارغ از اینکه طالبان تغییر کرده است یا نه، فارغ از اینکه ایران پشت طالبان است یا نه و فارغ از همه این بحثا، اینی که آمریکا به شدت هوشمندانه داره در حوزه میدانی موش خودش رو میدوانه و در حوزه سیاسی داره تلاش میکنه که حاکمیت افغانستان رو قانع بکنه که دوباره آمریکا رو بازی بده تا آمریکا بتونه منافع خودش رو به دست بیاره. در حوزه رسانه‌ای هم همه این بازی کثیف رو داره میندازه گردن ایران برای اینکه نفرت بین ملت‌ها بیشتر بشه. من این گزارش رو متوقف میکنم همینجا. یک بخش قابل توجهی از این گزارش مونده، فعلا نمیخوام بهتون ارائه بدم چون میخوام جمع‌بندیش بکنیم، بریم جلوتر ببینیم آمریکایی‌ها چه بازی کثیفی رو دارن به بهانه بحران اخیر افغانستان انجام میدن. دوستان عزیز تصویری که مشاهده می‌کنید بنر تبلیغاتی ما هست. ما هر ماه به مدت یک هفته این بنر رو در صفحه خودمون قرار میدیم و درخواستم این هست که حتما از ما حمایت داشته باشین و کمک بکنید که بتونیم با همه توان کار رو پیش ببریم. من دو تا از پیام‌های شما رو می‌خوام بخونم. یکی از دوستان نوشته که سلام آقای تحلیلگر، امروز اول ماه، این پیام رو دیروز جمعه بهم دادن. یه جوری از شما من باید حمایت می‌کردم، امروز جمعه رفتم سر کار 200 تومان گرفتم، 100 تومان برای شما فرستادم که شاید کمکی کرده باشم برای ادامه خدمت رسانی به مردم عزیز ایران. خسته نباشید دلاوران، خوشحالیم که هستید، خیلی مخلصیم، ما رو شرمنده خودتون کردین، خدا بهتون برکت بده. بسیار ممنونم از حمایت ارزشمندی که از ما دارین. یکی دیگه از دوستان نوشته که سلام آقای تحلیلگر، من محسن هستم از اصفهان، شغلم بناییه، از که از سر کار میام خونه استراحت میکنم که شب بتونم تحلیل‌ها و شبنامه‌هاتون رو ببینم. تو این سرباله تحریم و تهدید و تحریک تازه بعضی‌ها هم در داخل دارن دستی میکشن. خیلی ممنون از لطفتون، باعث افتخار هست که رفقای مثل شما رو داریم و باعث افتخار هست که از ما حمایت میکنید و در کنار ما هستین. مخلصیم، پرچمتون بالاست. لطفاً حتما از این آنلاین حمایت باشید تا بتونیم به یاری خدا و قوت کار رو پیش ببریم. منتظر پیام‌های ارزشمند شما هستیم. وقتتون بخیر.